هیئت پارلمانی هلند به خاطر شروطی که وزارت خارجه ایران برای آنها گذاشته از سفر به تهران منصرف شد. خبرگزاری مل گفته ایران از این هیئت خواست که با منتقدان سیاسی در تهران دیدار نکند و هیئت پارلمانی هلند این درخواست را نپذیرفت. آرش سیگارچی به این موضوع پرداخته. خبرگزاری مل امروز گزارش داده که شرط وزارت خارجه ایران هیئت پارلمانی هلند را از سفر به تهران منصرف کرد. وزارت خارجه ایران شرطی برای هیئت پارلمانی هلند گذاشت، اینکه آنها با فتنه‌گران و ضد انقلاب دیدار نداشته باشند. مقام‌های حکومت ایران معترضان بعد از انتخابات 88 را فتنه‌گر می‌نامند. همین شرایط موجب انصراف هیئت پارلمانی هلند برای سفر به ایران شد. مدتی است مقام‌های ایران و اتحادیه اروپا اختلاف نظر دارند. ماجرا از این عکس و دیدار آغاز شد. کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اسفند ماه در حاشیه سفر به تهران با جمعی از فعالان مدنی و همچنین مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس جانباخ دیدار کرد. پارلمان اروپا باید بفهمد که با ایران اسلامی همکاری سازنده را سامان می‌دهد. از علی لاریجانی رئیس مجلس تا صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و البته نمایندگان محافظه‌کار منتقد دولت روحانی، همه آنها به این دیدار اشتون انتقاد کردند. اما دامنه این اختلاف بعد از مصوبه اخیر اتحادیه اروپا گسترده تر شد. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا قطعنامه ای را تصویب کرد که ضمن اشاره به نقض حقوق بشر در ایران از هیئت‌های اروپایی خواست در سفر به ایران با مخالفان سیاسی و فعالان مدنی دیدار کنند. 285 نماینده مجلس ایران به این قطعنامه اعتراض کردند. ایران این آمادگی را دارد که هفته پیش هم کاظم جلالی رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و اروپا اعلام کرد در اعتراض هیئت ایران به اروپا سفر نمی کند. به نظر می رسد بین مقام های ایران در این باره اختلاف نظر وجود دارد، چون همزمان عباس علی منصوری یکی از نمایندگان مجلس خبر داده که سفر هیئتی از مجلس ایران به انگلستان قطعی شده است، در حالی که مقام های ایران از اظهار نظر اتحادیه اروپا خشمگین هستند. علی مطهری از نمایندگان مجلس به خبرگزاری مهر گفته برخی انتقادهای غربی ها به وضعیت حقوق بشر ایران وارد است. نتونست با دنیای آزاد رقابت بکنه. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.